بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت عزیز، محصل نگران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگم با جلسه 32 مضمون فیزیک طبی بخش نور سمستر دوم معالجوی و استوماتولوژی. دوستای عزیز، به ادامه درسایی که در جلسه 31 بحث کردیم، ما در رابطه با تقارب عدسیه ها بحث کردیم که تقارب یک عدسیه چی است، یا قدرت یک عدسیه چی است، یا توان یک عدسیه چی است. تقارب رو من به شما تعریف کردم، گفتم قدرت نزدیک ساختن شعاعات منکسره را میگن. یعنی هر قدر که یک عدسیه بتونه شعاعات خود نزدیکتر قطع کنه، اون رو ما میگیم قدرت یا توانش چی است، یاد است. و در رابطه با سیستم تقارب بحث کردیم. سیستم تقارب هم گفتیم ارگاه ما چندین عدسیه را با هم دیگر یک جا وصل کنیم یا بچسبانیم، به اصطلاح عام حاصل از اون مجموعه الجبری آنها است. یعنی در اصل دوستا، در اینجا اگر ما کار کنیم، مثلا اگر ما چندین عدسیه داریم، یکی عدسیه های مثلا عدسیه گفتیم که به طور مثال ما میگیم عدسیه مستوی المحدب داریم، به طور مثال یکی عدسیه ما میگه مستوی چی داریم، مستوی المقهر داریم، مستوی المقهر داریم، و یکی هم عدسیه داریم که البته فکر کنیم که اگر ایره هم عدسیه محدب البته مقرر الطرفین بگیم، و یکی هم عدسیه بگیم که چیز محدب الطرفین. خب دوستان، ما سه عدسیه داریم، یک عدسیه، دو عدسیه و سه اوم عدسیه. هرگاه ما سه عدسیه رو با هم دیگر بچسبانیم، با یک دیگر وصل کنیم، پس حاصل از این تقارب از این چقدر است؟ پس ما میفهمیم که این اگر دو دیوپتری باشد، این هم میگم اگر چی باشه، منفی دو دیوپتری باشد، و این هم اگر باشه بگوییم که مثلا که 1.5 دیوپتری باشه. چی فکر میکنه؟ هر سی از این اگر با هم دیگر ما وصل کنیم، تقارب از این چقدر خواهد شد؟ خب طبعا ما میفهمیم دوستا، اگر ما این را با این وصل میکنیم و این را با این وصل میکنیم، میبینیم که این منفی دو دیوپتری است. چرا منفی دو؟ به خاطر از اینکه این شعاعات چی میکنه؟ تیت میکنه. امتداد یافته شعاع در یک نقطه که دیگر قطع میکنه. از این خاطر ما میگیم تقاربش منفی دو است، چون مجازی است محراقش. و این که اصل وقت تقارب متقارب میشه و در یک نقطه که دیگر قطع میکنه مثبت دو است. پس این دو تا رو وقتی که یکجا کنیم، پس نور در اصل چی است؟ در صفر نقطه که دیگر چی میکنه؟ قطع میکنه. در صفر نقطه، در بیخی در صفر یک دیگر قطع میکنه، هیچ نه این باشه. وقتی که دیگر باش وصل کنیم، پس در اصل یک کمک ذره دورتر یکی دیگر چی میکنن؟ قطع میکنه، که در اصل مجموعی الجبری شان میشن. به طور مثال اگر بخوایم که حاصل البته از این سه دیوپتر پیدا کنیم، تقارب بشه، مثلا ما میتونیم گفتیم که البته تقارب به حرف سی و یا به حرف پی نشان دادیم، میتونیم بگویم که البته سی یک جمع سی دو جمع سی سه جمع نقطه 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 بالاخره جمع سی ان. اگر یک دیوپتر داشت، اگر یک عدسیه داشته باشیم، دو تا، سه تا، چهار تا، بالاخره ان تا، یعنی 10 تا، 20 تا، 1000 تا، کلش ما جمع الجبری شان میکنیم. یعنی تمام البته تقاربش با هم جمع میکنیم، تقارب عمومی را بر ما میدن. اگر بر ما فاصله محراقی را داده باشه و ما بخوایم که چی را پیدا کنیم، تقاربش را پیدا کنیم، فاصله محراقیش را داده باشد و البته تقاربش را نداده، پس ما میتونم بگویم که یک بر اف وای یا مو پی و یا میتونم مو سی بگویم. یعنی تقارب ای هم معکوس فاصله محراقی را تقارب میگن. پس در نتیجه ما میتونم بگویم که یک بر اف یک جمع یک بر اف دو جمع یک بر اف سه بالاخره نقطه 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 جمع یک بر چی، البته یک بر اف ان. یعنی معکوس فاصله محراقی عدسیه اوله جمع معکوس فاصله محراقی عدسیه دوم جمع معکوس فاصله محراقی عدسیه سوم، به می ترتیب تا به معکوس فاصله محراقی عدسیه انامه با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم. بر ما تقاربش هم میده که تقاربش چقدر است. به این دوستا در این رابطه ما یک سوال کار کنیم. در اینجا سوال ها از دوستا، سوال ها را کار میکنیم. خب در سوال اول بر ما چی گفته؟ فاصله محراقی یک عدسیه 20 سانتی متر از تقارب عدسیه را دریابید. ببینید دوستان، کار میکنیم.
تقارب یک عدسیه 20 سانتی ببخشید فاصله محراقی یک عدسیه 20 سانتی متر است، فاصله محراقیش 20 سانتی متر. پس ما میفهمیم دوستا که اف اش مساوی میشد با 20 سانتی متر، فاصله محراقی عدسیه 20 سانتی متر است. خیسیش مساوی میشد با چند؟ یعنی تقاربش مساوی میشد با چند؟ پس ما میتونم پیدا کنم، ما گفتیم که سیما مساوی میشد با مثبت منفی 1 بر چی؟ 1 بر اف بود، یعنی معکوس فاصله محراقی را به نام چی یاد میکنن؟ تقارب یاد میکنن. حال دوستا در اینجا ما گفتیم اگر عدسیه محدب باشه مثبت میگیریم، اگر عدسیه مقر باشه ما منفی را مد نظر میگیریم. دوستای عزیز چون نویت عدسیه را به ما نگفته که نویت عدسیه کدام نوع عدسیه است، پس در اینجا ما مثبت میگیریم. من قبلا هم به شما گفته بودم هرگاه نویت عدسیه را نگفته بود ما عدسیه محدب مد نظر میگیریمش، پس در نتیجه مثبت میگیم 1 بر اف استفاده میکنیم. در اینجا ما میتونیم بگوییم که سیما مساوی میشد با یک، خودش بجای اف قیمت شوازه میکنیم 20 سانتی متر. خب دوستا حالا ما چی به خاطر از اینکه ما برای تعریف از این گفته بودیم که یک بر چی؟ یک بر اف است. اگر ما اف گفتیم یعنی فاصله محراقی را ما گفتیم چی باشه؟ فاصله محراقی را به متر اندازه کنیم، پس واحد اندازه گیری خود تقارب ما دیوبتر گفتیم که یک بر متر است. حالا اگر ما این را به یک بر متر تبدیل کنم، پس ما میتونم بگویم که ایش طور بگویم یک خودش البته در اینجا 20 سانتی متر به متر تبدیل میکنم، پس ما میتونم بگویم که 20 بر 100 واحدش هم میگه متر، یعنی یک متر به 100 حصه تقسیم میکنم 20 حصهش 20 سانتی متر میگن. حال دوستای عزیز من میفهم که مخرج زی چند است؟ یک است، چون یک عدد تقسیم بر یک کسر شده، دور با دور در صورت ضرب میشه و نزدیک با نزدیک در مخرج ضرب میشه. پس ما میتونیم بگویم دوستا که سیما مساوی میشود با یک ضرب 100 ما 100 میشه و یک ضرب 20 ما 20 میشه و در اینجا مان یک بر متر یک صورت است و اینجا میگیم متر است، پس میگیم یک بر متر. اگر ما جدا بگیریم میفهمیم که یک 20 20 5 20 ما 100 میشه، در نتیجه ما میتونیم بگویم که سیما مساوی میشد با 5 یک بر متر. ما چی گفتیم؟ دیوبتری گفتیم، پس 5 دیوبتری تقارب از این عدسیه است. خب دوستای عزیز شما این را یادداشت کنین و که بریم به سوال دوم. در سوال دوم به ما چی گفته دوستا؟ در سوال دوم به ما طور بیان کرده سه عدسیه که قدرت آنها البته 31ش 1 دیوبتر، 32ش 5 دیوبتر و البته 33ش که هستک منفی 4 دیوبتری است با یک دیگر با هم میچسبانیم، قدرت سیستم را دریابید. مثل که من قبلا به شما چی کشیدم دوستا؟ بر شما رسم کشیدم. اگر ما سه عدسیه داشته باشیم که یکیش البته قدرت توانش 1 دیوبتر است و عدسیه دومش که هستک 5 دیوبتر است و عدسیه سومش که هستک منفی 4 دیوبتر است، تمام از اینه که با هم دیگر وصل کنیم در اصل سیستم تقارب چقدر است، یعنی 31 ما مساوی میشود با 1 دیوبتری و 32 ما مساوی میشود با البته چند است؟ 5 دیوبتری و 33 ما مساوی میشود با منفی 4 دیوبتری، یعنی سه عدسیه داریم. هر سه از اینکه ما با هم وصل کنیم خیلی سیستم تقارب ما میخواییم پیدا کنیم که حاصل از این در اصل تقاربش چقدر است، یعنی هر سه عدسیه را وقتی که ما با هم دیگر وصل کنیم نور در کجا قطع میکنه و در اصل با تقاربش چقدر است. ما فرمول داشتیم سیما مساوی میشد با 31 جمع 32 جمع البته 33 جمع نقطه 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 بالاخره جمع سی ان، یعنی هر چقدر سیه ها داشته باشیم کلش با هم دیگر چی میکنیم؟ تقاربایش با هم جمع میکنیم. در نتیجه ما میگیم سی ما مساوی میشود با سی یک، ما میگیم یک دیوبتری است یک دیوبتری جمع سی دوی، ما میگیم پنج دیوبتری است جمع سی سه، ما میگیم منفی چهار دیوبتری است منفی چهار دیوبتری است. حالا از دیگه بخود نتیجه میگیریم که سی ما مساوی میشود به حاصلش، ما میفهمیم که یک البته یک دیوبتری و دو دیوبتری میگیم که چند میشه؟ شش دیوبتر، یک دیوبتری و پنج دیوبتری شش دیوبتری میشه. حال در اینجا بداریم دوستان مثبت ضرب منفی ما منفی میشه، البته میگیم ضریبش چون یک است یک ضرب چهار دیوبتری ما چهار دیوبتری میشه. از دیگه بخود نتیجه میگیریم که سی ما مساوی میشود به از شش دیوبتری که چهار دیوبتری بره دو دیوبتری دیگه میمونه.
پس ما پیدا کردیم اگر ما هر سه عدسیه را با هم دیگر وصل کنیم، در اصل تقارب زی دو دیوپتری می شود. البته میم یک سوال دیگه هم کار میکنیم دوستا، بعد از اون میریم به موضوع بعدی. در سوال سوم طور بیان شده به ما، فاصله مرکز انحنای عدسیه که تقارب آن البته 4 دیوپتری باشد به دست بیارید. یعنی فاصله البته چی است؟ مرکز انحنا را میخوایم پیدا کنیم. یعنی در اصل هدفش از شعاع انحنا است که چقدر است. بر ما گفته البته تقارب یک عدسیه که نویت شو به ما نگفته، تقارب یک عدسیه 4 دیوپتری است، شعاع انحنای ازی چقدر است. ما شما کار میکنیم دوستا که شعاع انحنای ازی چقدر است. تقاربش به ما گفته یعنی سی، امو تقاربش یعنی 4 دیوپتری است. بر ما چی گفته که شعاع انحنای ازی چند است؟ فاصله محراقیش نخواست از به شما. ما میتونیم اول به دو روش کار بگیریم. میتونیم به جای البته اف قیمتش رو وضع کنیم که فرمولش مستقیم، و میتونیم به جای اول اف پیدا کنیم، بعد از او البته آ را پیدا کنیم یا شعاع انحنا را پیدا کنیم. پس در نتیجه ما گفته بودیم که سی ما مساوی میشد با مثبت منفی، چون نویت عدسیه را به ما نگفته، ما مو مثبت میگیریم. البته یک بار گفتیم اف، از دیگه خود نتیجه میگیریم. البته دوستا ما به جای سی قیمتش رو وضع میکنیم، 4 دیوپتری است، میگیم 4 دیوپتری مساوی میشد با یک بار چی؟ یک بار اف. حال دوستا ما اف کار دارم، یک بار اف کار ندارم، روبری از میر در کجا؟ در مخرج. در نتیجه ما میگم که اف ما مساوی میشد با میگم که چی است؟ البته 4 دیوپتری، البته یک ضرب یک مام یک میشه. خب حال دوستای عزیز، میم اف میتونیم بگیم که اف ما مساوی میشود با یک، خودش میگیم یک بجای 4 دیوپتری میگیم 4 هم خودش. و اگر این را میتر نشته کنم بگویم که چی است؟ البته 4 بر متر. قبول دارین شما؟ ببینید دوستان، ما چرا 4 بر متر نشته کردم؟ به خاطر که 4 البته دیوپتری را من میتونم نشته کنم که 4 ضرب 1 بر متر. 4 دیوپتری را من میتونم گفتم براتون که چی است؟ البته 1 بر متر است. حالا میفهمید مخرج از 1 از 1 ضرب 4 مام 4 میشه و 1 ضرب متر مام متر میشه. پس من میتونم بگویم که چی است؟ اف مساوی میشد با 1 بر 4 بر متر. میفهمم که یک عدد تقسیم بر یک اثر شده، مخرج زیر ما چند میگیریم؟ 1 میگیریم. دور با دور در صورت نزدیک با نزدیک در مخرج. در نتیجه ما میتونم بگویم که اف ما مساوی میشود با 1 ضرب متر ما میگیم متر میشه و 1 ضرب 4 ما میگیم 4 میشه. حال دوستای عزیز، من میتونم بگویم که اف ما مساوی میشود با ضریب ازی چند است؟ 1. آیا 1 بر 4 ضرب در متر میتونم بگیرم؟ بله آه، چون مخرج زی یک است، یک ضرب متر ما متر میشه و یک ضرب 4 ما 4 میشه، از این خاطر ما میتونم بگیریم به شکل. حالا ما میفهم دوستان، اگر ما میگیم بگویم چی است؟ یک تقسیم بر 4 کنم، یعنی یک تقسیم بر 4 کنم چند میرسه؟ قابل تقسیم ندارم، من 0 دفعه میزنم، 0 ضرب 4 ما 0 میشه، تفریق میکنیم 1 میمونه، اینجا اشاریه میتیم یک 0 میه، با 2 4 ما 8 میشه، تفریق میکنیم اینجا 2 میمونه، اشاریه دارم یک 0 دیگه میتم، 5 4 ما 20 میشه، تفریقش کنیم اینجا هیچ چیز نمیمونه. پس یک که تقسیم بر 4 کنم 0 اشاریه 2 5 میه. پس ما میتونم بگویم که اف ما مساوی میشود با اف ما مساوی میشود با 0.25، البته واحدش هم چی است؟ متر. ما قیمت اف پیدا کردم دوستا، قیمت آر هنوز مانده. ما از درس های گذشته میفهمم که آر قیمتش چند است، یعنی هر وقتی که ما بخوایم که آر پیدا کنم یعنی اف دو چند میسازم، فرموله که ما شما در عدسیه ها خواندیم. در نتیجه آر ما مساوی میشود با، پس میگیم خود دو خود دو بجای اف قیمت شو وضع میکنیم که 0.4 چند است؟ 0.2 5 است، واحدش هم میگه متر. پس از دیگه به خود نتیجه میگیریم که آر ما مساوی میشود با 2.5 مام 10 میشه، در 0.6 آمد بر 1، باز 2.2 مام 4، 4 1 مام 5 میشه و 2.0 مام 0 میشه. حالا دو خانه اشاریه داره، واحدش هم میگه متر، دو خانه اشاریه داریم، یک خانه دو خانه، دو خانه رو ما چی کنیم؟ جدا کنیم. پس در نتیجه ما میتونیم بگویم که آر ما مساوی میشود با صفر اشاریه 5 میگیم، چون صفر سو مانا نداره، میگیم متر، یعنی نیم متر. در اصل میگیم چی شد؟ البته شعاع انحنای از این عدسیه شد. خب دوستای عزیز، شما این رو یادداشت کنین. بین دوستا
میریم سر موضوع بعدی ما. رسیدیم به عدسیه های استوانه ای که عدسیه های استوانه ای چی است. ما قبلا به شما بیان کرده بودیم که عدسیه ها به دو نوع هستند. عدسیه های کروی است و عدسیه های استوانه ای است. تا فعلا که ما بحث میکردیم عدسیه های کروی را بحث میکردیم. حالا من در رابطه به عدسیه های استوانه ای که عدسیه های استوانه ای چی است. عدسیه های استوانه ای بخش یا قسمت از استوانه هستند. مثلا اگر شما بیلر دیده باشین، اگر بیلر یک بیلر شیشه ای داشته باشیم، یک قسمت شما چی کنیم البته ببریم، پس ما میگیم که چی است عدسیه. عدسیه یه استوانه ای است. حالا عدسیه های استوانه ای در اصل چی خاصیت داره دوستا؟ عدسیه های استوانه ای گفتیم عدسیه هایی هستن که قسمت از استوانه هستن. حالا عدسیه های استوانه ای چی خاصیت دارن؟ عدسیه های استوانه ای خاصیتی دارن وقتی که نور بالا از او البته بتابد، فاصله محراقی از او یا محراق از او در یک نقطه نیست، به شکل خط مستقیم است. یعنی در اصل شما ببینید دوستا، اگر نور از این قسمت ما این عدسیه استوانه ای باشه، اگر محدب باشه و اگر مقعر باشه، بالای زی بتابانیم، نور در یک نقطه که دیگر قطع نمیکنن، بلکه به شکل خط مستقیم می باشه. مثل که شما لیزر را ببینید، لیزر به شکل وقت که لیزر چالان میکنه تو مستقیم نور حرکت میکنه. یعنی در اصل فاصله محراقی از یه شکل خط مستقیم است. این عدسیه خاصیت عدسیه های چی است؟ عدسیه های استوانه ای است. از این عدسیه های استوانه ای دوستا باز ما به خاطر رفع مرض استگماتیزم استفاده میکنیم. مرض استگماتیزم اونمو مرضی از دوستا که باز بخیر ما شما در بخش چشم میخوانیم، اونمو مرضی است که وقتی که یک شخص به طرف یک جای میبینه، یعنی بعض از نور از جسم وقتی که به چشم از او میتابه، او بعضی از قسمت های بعضی از نور پیشوری شبکه که دیگر قطع میکنن، بعضی هایشان در خود شبکه و بعضی هاش در عقب شبکه، که این شخص البته این قسمت جایا را البته بعضی هایش تاریک میبینه، بعضی هایش خیره میبینه، بعضی جای های شفاف میبینه، که مرض به نام استگماتیزم یاد میکنیم که انشاءالله ما در رابطه با این خوب انشاءالله بحث میکنیم. پس به خاطر رفع از این مشکل ما دوستان، ما چی را استفاده میکنیم؟ عدسیه های استوانه ای را استفاده میکنیم. بین دوستان، عدسیه های استوانه ای در اصل اینی شکلش از دوستا که محدب الطرفین است، در اصل مقعر المستوی است و محدب الطرفین است با می ترتیب. شما ببینید دوستا، عدسیه های استوانه ای هم مثل عدسیه های کروی وارد به دو بخش تقسیم شدن، یکی عدسیه های محدب است و یکی هم عدسیه های البته مقعر است. که عدسیه های محدب در اصل ما میگیم به سه بخش تقسیم شده. عدسیه های محدب ما گفتیم که خودش باز به سه بخش تقسیم شده، یعنی عدسیه های محدب البته استوانه ای است که قسمت وسطشان زخیم و قسمت انجام هایشان چی است؟ باریک است. اینو به نام عدسیه های استوانه ای محدب یاد میکنن. عدسیه های استوانه ای محدب به سه بخش تقسیم شده. عدسیه محدب طرفین، عدسیه محدب استوانه ای البته، عدسیه استوانه از عدسیه محدب استوانه ای محدب طرفین، عدسیه استوانه ای محدب المستوی و عدسیه محدب البته استوانه ای محدب مقعر. و همچنان دوستا، عدسیه های استوانه ای مقعر هم به سه بخش تقسیم شده. عدسیه استوانه ای مقعر طرفین، عدسیه استوانه ای مقعر المستوی و عدسیه استوانه ای مقعر المحدب، که بود بخش درس امروزی ما. خب دوستای عزیز، فصل ما به اینجا به پایان میرسه، فصل پنجم ما که فصل ششم بخیر شروع میکنیم. تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک و یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.